تصور کنید که قصد دارید از خونه برید بیرون یا بشینین تلویزیون ببینین یا خلاصه بی خیال ایدیوس بشید و ایدیوس براتون چند تا پروژه، چند تا سکانس رو رندر کنه و شما به خیال راحت ببینید مثلا 10 تا پروژهتون با هم رندر شده. ببینید پروژهاتون رو همه رو باید چیکار کنید به عنوان سکانس داشته باشید اینجا. مثلا میاید اینجا و ایمپورت سیکونس میکنید و اون سکانس از یک پروژه رو که دارید میارید یا ایمپورت پروژکت میکنید و پروژه میارید. در هر صورت باید همه اینجا باشه. حالا تنظیمات میکنید. در مورد سکانس یک کل این فیلمو خروجی میگیرم. اینجا میام اکسپورت میزنم، به جای پرینت تو فایل میزنم اد تو بچ. به این قضیه میگم بچ. فرمتی رو انتخاب میکنم، مثلا آن کمپرس، بزرگترین و با کیفیت این فرمت جهان از نوع AVI، ولی خب حجم زیادی داره. میگه کجا ذخیره کنم، میگم در فولدر بچ اکسپورت روی دسکتاپم. اسم فایل چی باشه؟ یک. سکانس دو، حالا از یه پروژه دیگه، این بار بین دوتا مارکر میخوام خروجی بگیرم، یعنی اینو اوت تعریف کردم با کلیت های آی و او. خب این بار اکسپورت، باز اد تو بچ، انتخاب فرمت، هر فرمتی که دوست دارین، مثلا این. میگه دیستینیشن کجاست، میگم اینجا. اسم فایل هم میذارم دو و اودیوش هم به میده و اینم اوکی. سکانس سه، سکانس سه هم مثلا از اینجا میخوام تا اینجا، باز اینم بین مارکره. اینم بگم که یه چیزی رو یادم رفت و اون اینه که حالا مثلا با این فرمت اینجا باید این تیکو بزنم export between in and out، وگرنه کلش. و الان شما میدونید که من در مورد یکی از سکانسام، یعنی سکانس دو، یادم رفته و بعدا ببینیم میشه ادیت کرد. خب آماده است الان که دیگه مثلا جیرتون، عسلتون جیغ بکشه، بیا بریم خونه مادرم و شما میخواییم بزنید دور رندر رو بپرین سوار ماشینشین بریم خونه مادر عسل. خب این بار میایید برای اینکه کار رو تموم کنید تو بچ اکسپورت وارد میشید. میبینید که سیکونس ها اینجا ردیف شدن، تیک خوردن یعنی رندر بشن و یکیشون داره خروجی صدا میده. اینو اوت دارن، دیوریشن دارن، سکانس دو ایراد داره یادتون باشه، اکسپورت چه فرمتی باشه. اینجا میتونید ادیت کنید تا اینو بزنید، مثلا دوباره میتونید فرمت انتخاب کنید. پس میتونید چیکار کنید؟ این تیکایی که نزدیدم درست کنید. من اینو باز کنم. سکانس دومون اینجا، اینم فایل نیممونه کجا ذخیره بشه و این حرفا. ولی اون چیزی که من اینجا میبینم این اوتم رو نمیذاره ظاهرا. ادیت کنم، خسته نباشین رقم. بس چی؟ همه چی رو ادیت میشه یه. خب من اینو دیلیت میکنم سکانس دومو و میرم کنسل، میرم دوباره اکسپورت بچ میکنم و حالا با هر فرمت اینو حتما میزنم دوباره میارم. جل الخالق. خب بریم در اکسپورت، این دفعه بچ اکسپورت. دوباره جدول میاد، مسیر که تنظیم شده، سایز فایل رو بهتون میگه که چه خواهد شد
و اسم سکانس ها رو هم بهتون میده، سکانس هایی که داره این اتفاق براش میفته، سکانس 1 2 3. این اوت زمان پیش بینی شدهش هم اینه. اینجا دوباره میتونید اینو بزنید و اد کنید. اینجا میتونید پروژکت فرمت رو اضافه کنید و دوباره میاد، یعنی اضافه میشه که ما اینو کاری نداریم، دیلیت میکنیم. خلاصه این سه تا حله. الان که دیگه باید برین سوار ماشینشین با جگر برین خونه مادرش. اکسپورت که بزنید شروع میکنه به رنده، همینطور که اینجا میبینید درصدش جلو میره و داون مینویسه و توی فولدری که روی دسکتاپتونه کار تموم میشه. این پنجره باید باز بمونه و شما دیگه الان میتونید برید. خب اینم از این، من کنسل میکنم، اکسپورت کنسل شد و اینم شد روش بچ اکسپورت.